سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که هستین. امروز در مورد موارد اورژانسی میخوایم صحبت بکنیم که میتونه جون بعضی ها رو نجات بده. بنابراین ضروریه که این ویدیو رو همه خانواده ها حداقل یک نفر از اعضای خانواده اینو گوش بدن و یادداشت بکنن. قطعا بدونید که به دردتون خواهد خورد. دکتر جاوید هستم و نتیجه تجربیات 15 سال ویزیت و طبابت خودم رو در این چنل در خدمت شما عزیزان قرار میدم. امیدوارم که این مطالب بتونه جون خیلی ها رو نجات بده یا حداقل باعث کم کردن آلام شما عزیزان بشه. مورد اول که در موارد اورژانسی خدمت شما میخوام عرض بکنم مورد سوختگی هست. ببینید عزیزان، میخوام موارد رو سریع بگم و رد بشم، چون موارد فقط اورژانسی هست و درمانهای مفصل و تکمیلی رو در ویدیوهای بعدی یا قبلی در واقع شرح دادیم. بنابراین مواردی هست که تا رسوندن خودتون به مراکز درمانی یا رسیدن متخصص یا اینکه در واقع درمان‌های نهایی و تکمیلی، این موارد رو شما میتونید انجام بدید. مورد اورژانسی اول، سوختگی. زمانی که کسی دچار سوختگی میشه، اگر سوختگی درجه یک بود و سطحی بود و فقط پوست رو در واقع آسیب رسوند، اگر در دقایق اول شما کمی نمک روی اون بریزید، این مانع از تاول زدن میشه، یا کمی عسل بریزید، عسل یا نمک در دقایق اول. اگر در واقع رد شده بود زمانش و پوست تاول زده بود و جراحت دچار شده بود، عسل بریزید. اگر سوختگی علاوه بر پوست گوشت رو هم درگیر کرده بود، شما میتونید از ترکیب عسل و کمی روغن زیتون برای زومات استفاده بفرمایید. مورد دوم، فشار خون بالا. فشار خون بالا ممکنه برای فرد خطرناک باشه و شما با این حرکت میتونید فشار خون فرد رو سریع دو شماره بیارید پایین و اگر سه بار انجام بدید حدوداً 4 درجه فشار میاد پایین. عزیزان، این مطالب مطالبیه که شما هم میتونید هم تست بکنید، هم قبلا تست شده. ببینید، شست دست راست، کسی که فشارش بالا هست اشتباهی دست چپش رو نگیرید. شست دست راست، شستتون رو بذارین روی اون و از زیر محکم بگیرید، روی شست رو به این حالت بگیرید و فشار بدید. این فشار دادن رو 2 دقیقه نگه دارید، بعد 1 دقیقه رها کنید، مجدد 2 دقیقه نگه دارید و 3 مرحله. فشار خون رو بین 3 تا 5 درجه میاره پایین. نسخه دوم فشار خون بالا، 2 حبه سیر رو با چند قاشق برنج پخته سرد شده، یعنی برنجی که بره داخل فریزر یا داخل یخچال سرد بشه، چند قاشق برنج با 2 حبه سیر خورد کنید. سیر خام رو خورد کنید، به همراه برنج سرد میل کنید. فشار خون رو اگر 20 هم باشه، بعد از نیم ساعت فشار رو به 15 تقلیل میده. اگر این سیر رو با برنج داغ بخورید، فشار خون رو میبره بالا، حواستون باشه. نسخه بعد فشار خون استفاده از روغن سیاه دانه هست. اگر در دسترس داشتید چند قطره زیر زبان بچکانید. اگر خود سیاه دانه هم در اختیار داشتید، یه سرقاشق سیاه دانه رو شروع کنه به جویدن و بعد قورت بده، فشار خون رو بلافاصله میاره پایین. اگر هیچ کدوم از این موارد رو در دسترس نداشتید، میتونید از دم کرده لیمو استفاده بفرمایید. لیموی امانی، اگر نبود لیموی تازه، لیمو ترش، کمی لیمو ترش استفاده بکنید. مورد سوم، تب. در هنگام تب بالا، این دستورالعمل ها بسیار کمک میکنه که فرد دچار تشنج نشه و تبش رو کنترل بفرمایید. اول پاشویه که همه بلدن. پاشویه رو اگر با کمی عرق بیت داشتید قاطی بکنید خیلی بهتر هست، اگر نبود با آب تنها. برای کاهش تب، 1 نکتار خیار، 2 نکتار هلو. انقدر هلو و خیار میتونه تب رو بیاره پایین که فرد دچار لرز میشه و بنابراین کنترل شده بهش بدین. 2 عدد هلو، 1 عدد خیار یا هلوی تنها، اینا رو تو مخلوط کن، 1 لیوان آب، 2 تکه یخ میکس کنید، بدید آرام آرام
بنوشه. راهکار دوم برای کاهش تب استفاده از آب سیب هست. آب سیب بسیار تب رو کاهش میده، خصوصا در عفونت‌های ویروسی. مورد بعد، برای کاهش تب 5 قطره روغن سیاه دانه رو داخل آب بریزید و بدید فرد بخوره، یا داخل آب سیب بریزید، تب رو فوری کاهش میده. راهکار بعدی، اگر این موارد رو استفاده کردید و تب پایین نیومد، یه مسهل به بیمار بدید که روده هاش تخلیه بشه، بلافاصله تب میاد پایین، که میتونید از در واقع یک سری جوشونده های دم دستی که داخل خونه دارید استفاده بفرمایید، یا از روغن کرچک، یا از جوشونده فلوس، یا جوشونده گل محمدی و برگ سنام هم میتونید استفاده بفرمایید، بلافاصله تب کاهش پیدا میکنه. مورد اورژانسی چهارم، اسهال. اگر فردی دچار اسهال بود، شما اینو در جریان باشید که به مدت 12 ساعت اسهال بودن چیز مضری نیست، چون داره عفونت رو از تن خارج میکنه. بنابراین خیلی نگران نشید و فقط کنترل مایعات انجام بدید. بعد از اون اگر خواستید اسهال رو جلوشو بگیرید، شما میتونید با این راهکارها اسهال رو کنترل بفرمایید. 1. خاکشیر یخمال. خاکشیر 1/4 لیوان یا 1/3 لیوان، چند تیکه یخ، اینو خوب هم بزنید و کمی هم عرق نعنا اگه داشتید بهش اضافه کنید، اگر نه خود خاکشیر و آب و یخ. این رو به صورت قاشقی به بیمار بدید. بعضی وقت بیمار تب هم داره، حالت تهوع هم داره، نمیتونه بخوره. به صورت قاشقی هر 20 دقیقه چند قاشق به فرد بدهید. این اسهال رو بند میاره. راهکار دوم برای کنترل اسهال استفاده از چای خشک هست. چای سیاه، همین چای سیاه که کلی هم عوارض داره زیاد خوردنش، یک دارویه. در این موارد اسهال رو بند میاره. یک قاشق غذاخوری پر به صورت خشک بخوره، قورت بده با آب، اسهال رو متوقف میکنه. راهکار بعدی برای کنترل اسهال استفاده از اسپند هست. همین اسپندی که روی آتیش میریزن، اگر موجود داشتید در منزل، میتونید یک قاشق غذاخوری یا برای کودکان یک قاشق چایخوری در 1 لیوان آب جوش بریزید، 15 دقیقه بمونه، صاف کنید، آب اون رو بدید و فرد میل بکنه. و این هم یکی از مواردیه که در سفر هم خیلی کمک میکنه و شما میتونید همراه خودتون داشته باشید، چنانچه دچار اسهال شدید بلافاصله اسهال رو بند میاره. اگر در منزل هیچ کدوم از این وسایل رو نداشتید و فقط نبات داشتید، نبات رو به صورت نیمکوب در بیارید، توی مایتابه مقداری تفت بدید و این نبات که یه مقداری شروع کرد به ذوب شدن بذارید سرد بشه و این رو میل بکنید. این هم اگر نعنا داشتید، کمی نعنا خشک، میتونید داخلش بریزید و در واقع این ترکیب نبات و نعنا بسیار برای اسهال نسخه اورژانسی خوبی هست. کلن نعنا قابضه، عرق نعنا و خود نعنا برای افرادی که دچار اسهال هستن هم ضد عفونی کننده هست و هم قابض. مورد پنجم برای موارد اورژانسی که همه باید یاد داشته باشن، درد شدید قلب هست. وقتی کسی درد در ناحیه قفسه سینه داشت، در وسط قفسه سینه، درد تیر کشنده، دردی که درد خنجری اصطلاح هم بهش میگن، این درد که واضح بود مال درد قلب هست، بهتره که مقداری روغن سیاه دانه یا روغن زیتون ناحیه قفسه سینه چرب بکنید و دقیقا نقطه پشت رو هم، چون درد قلب پشت به پشت هم میزنه، چرب بکنید. فرد دو زانو بشینه، دستاشو به این حالت بیاره بالا و با سشوار اینها رو گرم کنید، این ناحیه و ناحیه پشت، درد رو بلافاصله کم میکنه. در هنگام درد قلب شما میتونید از روغن سیاه دانه هم استفاده کنید. عزیزان، روغن سیاه دانه رو به صورت یک داروی خونگی همیشه تو خونتون داشته باشید، خیلی به درد میخوره. روغن سیاه دانه چند قطره زیر زبان بچکانید، کار قرص نیتروگلیسرین رو میکنه و یک باز کننده عروق هست و گشاد کننده رگ ها، از اون حالت انقباضات و اسپاسم ها خارج میکنه بدن رو و بلافاصله درد رو کاهش میده و خطر برطرف میشه به صورت موقت. خیلی کمک میکنه به دردهای قلبی. برای درد قلب در مناطقی که لیموشیرین وجود داشت، آب لیموشیرین 1 لیوان استفاده بکنم، درد قلب رو فوری کاهش میده.
عزیزانی که بیماری قلبی و گرفتگی عروق دارن حتما به ویدیو گرفتگی عروق ما مراجعه کنن، دستورالعمل کامل اونجا گذاشتیم براتون. مورد ششم افت فشار و افت قند هست که با کمی عسل برطرف میشه. اگر عسل داشتید کمی زیر زبان عسل رو نگه داره، آرام آرام جذب بزاقی اتفاق میفته و در واقع قند خون مرتفع میشه و مسئله برطرف میشه. برای کسانی که افت فشار دارن، راهکار دوم جوشانده آویشن هست. زعتر یا آویشن رو میتونید بجوشونید و با کمی عسل فرد میل بکنه. راهکار بعدی برای بالا بردن فشار خون، کسی که دچار افت فشار خون شده، شست دست چپ رو به این صورت، این دست چپه، شستتون رو میذارین روش و از زیر میگیرین، به مدت 2 دقیقه محکم فشار میدید. 3 تا 2 دقیقه با فاصله 1 دقیقه، یعنی بینش 1 دقیقه مکس میدین، دوباره 2 دقیقه بعد، دوباره 2 دقیقه بعد، 3 تا 5 درجه فشار رو میبره بالا. عزیزان، مطالبی که خدمت شما عرض میکنم در این چنل نتیجه تجربه 15 ساله طبابت بنده هست که به روش طب مکمل در واقع دارم ویزیت میکنم و از چندین روش طب مکمل بنده در درمانهای خودم استفاده میکنم و این موارد خیلی با ارزشه و خیلی در واقع پشتش سالهای سال تجربیات زیادی بوده که جمع شده در این چنل خدمت شما عرض میکنیم. اگر دوست داشتین از این نوع مطالب رو برای کمک به سلامتی جامعه در واقع شما هم سهیم باشین در این کار، میتونید این رو به بقیه هم پیشنهاد بکنید و من خیلی خوشحال میشم وقتی که میبینم کامنت هایی رو شما برای ما میفرستید. از بین کامنت های شما، کامنتی که رفتن این موارد رو استفاده کردن و نتیجه مثبتش رو اعلام میکنن، بسیار خوشحال کننده است برای ما و به ما انرژی و انگیزه میده برای ویدیوهای بیشتر. بنابراین خیلی دوست داریم که برای ما کامنت هایی رو بذارید که رفتید استفاده کردید، نتیجه دیدید. متشکرم از شما. مورد اورژانسی هفتم حالت قش هست. اگر دیدید یه نفر قش کرده و یکهویی علتش هم نامشخصه، فقط میدونید قش کرده، شما یک کمکی به این فرد میتونید انجام بدید. شست دستش رو بگیرید و به سمت ساعد بکشید که درد بگیره. البته مواظب باشید از جا درش نیارید. فشار بدید به سمت ساعد، محکم فشار بدید. بعد از چند ثانیه فرد به هوش میاد. من خودم بارها و بارها سر صحنه هایی بودم که مثلا طرف یک دفعه در اثر یک مثلا افت قندی، در اثر یک حادثه ای، یک شوکی دچار یک قشی شده. اینو چند ثانیه، حدود 20 ثانیه تا 30 ثانیه این شست رو نگه بدارید، بکشید به سمت ساعد، نگه دارید که دردش بگیره. این بلافاصله در واقع میبینید که به هوش اومد و کشیدن شست دست به سمت ساعد رو به مدت 30 ثانیه ادامه بدید و فرد اگه قرار باشه به هوش بیاد، با همین حرکت به هوش میاد. حالا بعضی ها هم هستن که موارد خاصی دارن که به هر حال نیاز هست به اورژانس و موارد جدی تر، ولی این راهکارهایی که میگیم هیچ عوارضی نداره، خیلی ساده هست و شما میتونید خیلی وقتها جون یه نفر رو باهاش نجات بدید. مورد اورژانسی هشتم، زمانی که چیزی تو گلو گیر میکنه، اصطلاحاً یه غذا میخوره میپره تو گلو و گیر میکنه، این حتی منجر به بعضی وقت مرگ یک نفر میتونه بشه. کافیه شما این در واقع راهکار رو بلد باشین و برید پشت سر فرد، از پشت دست بندازید، قلاب کنید دور کمرش، این مشتتون رو اینجوری این شست بالا بذارید قسمت زیر جناق سینه و به سمت بالا اینجوری هول بدید، به سمت بالا هول بدید چند مرحله و با فشار به سمت بالا هول بدید، این از توی گلو میبینید میپره بیرون. این هم ما بارها در واقع هم خودمون هم به کسایی که توصیه کرده بودیم تست کردن و نتیجه دیدن. اگر بچه هم بود، بچه کوچک، بعضی وقت تو گلوش چیزی گیر میکنه، بچه رو هم باید رو دستتون بخوابونید و به شکمش رو بذارید روی دست و از پشت ضربه بزنید، چند تا ضربه محکم که از داخل گلوش اون چیزی که گیر کرده به خارج پرتاب بشه. اگر تیغ یا استخوانی، یک شی تیزی در واقع در گلو گیر کرد، خصوصا استخوان ماهی یا استخوان های مرغی، بلدرچینی چیزی میخورن ریز هست،
میتونید از تخم مرغ آبپز یا سیب زمینی آبپز و یا یه تیکه موز، بدونی که بجوید سعی کنید یه تیکش رو قورت بدید و این اون در واقع در مسیر گلو اون تیغ ماهی و اینها بهش گیر میکنه و پایین میره و در معده هم اسید معده اون رو هضم میکنه، چون استخوان رو اسید معده استخوان ماهی رو میتونه هضم میکنه. بنابراین این سه تا راهکار رو میتونید استفاده بکنید. اگر دیدید با اینها رفع نشد، یک شربتی از غذاهای اسیدی، شربتی مثل شربت سرکه انگبین یا شربت آبغوره درست بکنید و آرام آرام جرعه جرعه بخورین. روزی چند بار این در واقع استخوان رو حل میکنه در و این رو ذوبش میکنه. مورد اورژانسی نهم اسپاسم عضله هست. اگر فردی دچار اسپاسم عضله شد و درد شدیدی در پا در دست ایجاد شد، بهترین حالت ماساژ سریع اون قسمت هست. ماساژ سریع، اگر دسترسی به روغن داشتید روغن مالی بکنید، با هر روغنی در واقع و خون رسانی رو به اون قسمت زیاد بکنید، اون اسپاس میتونه برطرف بشه. اگر روغن مالی به همراه سشوار هم باشه، با سشوار گرم بفرمایید موزه رو، باید اثر بهتری خواهد داشت. درد سخت کلیه، اگر فردی یه دفعه دچار درد کلیه شد یا ناشی از سنگ بود، سنگ در مسیر یا سنگ کلیه اینها بود، این مورد اورژانسی میتونه کمک بکنه به کاهش دردش تا موقعی که حالا شرایط درمان براش فراهم بشه و مراجعه بکنه به مراکز درمان. میتونید فرد رو به شکم بخوابونید، بعد یک حوله رو روی اون ناحیه کمر و کلیه بذارید و اون قسمت رو با اتو گرم بکنید. گرم کردن موضعی ناحیه کلیه درد رو فوری کاهش میده. اگر روغن سیاه دونه هم داشتید اون ناحیه رو چرب کنید و خیلی ماساژ بدید، با سشوار هم بگیرید گرم بشه، این هم کمک میکنه به درد کلیه. اگر ترکیبی از سیاه دانه و عسل رو به نسبت 1:3، یک سیاه دانه و سه عسل مخلوط بفرمایید، بهش میگن دوسین، این رو هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت یه قاشق چای خوری بخوره، این هم کمک میکنه به دردهای سنگ کلیه و فواید زیادی هم برای تن داره. اینهایی که میگیم هیچ عوارضی نخواهد داشت. مورد اورژانسی 11 درد در زیر قفسه سینه سمت راست، که درد سخت و شدیدی میتونه باشه، ناشی از سنگ کیسه صفرا در گاهی وقتها اتفاق میفته. این رو در همچین حالتی شما بلافاصله به فرد یک مسهل بدید که روده هاش تخلیه بشه، یا گیاهی یا از روغن کرچک استفاده بفرمایید، یا از ترکیبی از در واقع برگ سنا و گل محمدی، چیزهایی که در منزل دارید میتونید یه مسهل به فرد بدید. اگر در دسترس داشتید دو قاشق زرشک طبیعی به همراه یک لیوان سرکه طبیعی بذارید بجوشه با یه مقدار آب، بعد از اینکه یک قلی خورد این رو بدید به فرد میل بکنه، برای درد سنگ کیسه صفرا بلافاصله اثر هم درمانی داره و هم اثر کمک کننده داره برای این موارد. اینها موارد اورژانسی هستند. برای درمان‌های تکمیلی حتما شما بایستی با متخصص در ارتباط باشین، یا از مواردی که در خونه میتونید کمک بکنید، اینها موارد کمکی هستند. عزیزان اشتباه نشه، این جلسه جلسه رفع اورژانسی در واقع دردها و آلام هست. مورد اورژانسی بعد درد گوش هست. درد گوش که هم در کودکان و هم در بزرگسالان ممکن اتفاق بیفته، شما میتونید با یه مقدار روغن زیتون رو گرم کنید داخل گوش بریزید. راهکار اول. راهکار دوم، یه مقدار آب پیاز رو با پنبه آغشته کنید، پنبه رو داخل گوش قرار بدید. راهکار سوم، دود کردن نعنا، یه مقدار نعنا یا اسپند، یا اگر هیچ دودی نبود یه مقدار دود سیگار رو داخل گوش بدید و این باعث کاهش درد گوش خواهد شد. راهکار بعدی، یه تیکه سیر رو برش بزنید و داخل گوش قرار بدید. این هم کمک میکنه به در رفع گوش درد، یعنی مورد برطرف کردن اورژانسی گوش درد هستش. مورد اورژانسی 13 دندان درد هست. برای دندان درد شما میتونید کمی میخک رو داخل دهان نگه دارید، یا میخک رو نیم کوب کنید روی موزه بذارید، موزه درد، راهکار اول. اگر میخک در دسترس نداشتید، سیر یک
ضد درد خیلی خوبی در این جور موارد هست. یه مقدار سیر رو آب پز کنید و سیر آب پز رو روی لثه روی ناحیه درد دندان بذارید و هر 4 ساعت برای موارد شدید و موارد ضعیفتر هر 8 ساعت یه حبه سیر رو با شربت عسل نوش جان بفرمایید. مورد بعدی برای رفع دندان درد استفاده از نمک هست. کمی نمک رو موضع درد بریزید یا عسل. اگر عسل داشتید مقدار عسل رو در قسمت درد میگذارید و اونجا بذارید حالت پانسمان باقی بمونه. اگر با گذاشتن نمک و عسل درد دندانتون برطرف نشد، ممکنه درد دندان ناشی از گرمی باشه، یعنی التهاب گرم باشه و شما میتونید پنبه رو آغشته بکنید به آب لیمو یا کمی سرکه طبیعی و بذارید روی موضع درد و این باعث کاهش درد دندان میشه به صورت اورژانسی. عزیزان همزبانی که در سر تا سر این گیتی دارن زندگی میکنن، ما خیلی خوشحالیم از اینکه این مطالب به شما میرسه و کامنت های صمیمی شما برای ما قوت قلبی هست و حقیقتا عذرخواهی میکنیم از اینکه فرصت نیست جواب شما رو بدیم. کسانی که در خارج از کشور امکان اومدن به ایران رو ندارن، ما در عمان هستیم و در 7 تا 10 اکتبر میتونید با شماره‌ای که در دیسکریپشن قرار میدیم نوبت بگیرید، تشریف بیارید اونجا. از نظر ما درد بی درمان وجود نداره، تنها درد بی درمان مرگ هست. میشه با همفکری، میشه با راهکارهایی که در واقع از نیاکان ما برای ما گذاشتن، تلفیق طب سنتی و سینوی و طب نوین، کمک بکنیم به بیماران و کسانی که خسته شدن از خیلی از راهکارها رو رفتن و نتیجه نگرفتن. ما در خدمتشون هستیم در عمان، در شهر مسقط میتونید تشریف بیارید و ویزیت های ما هم کاملا رایگان هست، در خدمت شما خواهیم بود. مورد اورژانسی 14، جراحت و خونریزی. زمانی که شما دچار یک خونریزی میشید، چند تا کار رو بایستی انجام بدید. اگر خونریزی شدید بود، اون عضو اگر در دست یا پا بود، این رو بالاتر از قلب قرار بدید، نگه دارید، کمک میکنه به کاهش جریان خون. راهکار بعد استفاده از کمی زردچوبه و عسل هست. زردچوبه و عسل رو با هم ترکیب کنید و روی موضع بذارید، هم ضدعفونی میکنه و هم باعث جلوگیری از خونریزی میشه. خونریزی رو هم جلوشو خواهد گرفت. مورد بعد که براتون خیلی جالب هم خواهد بود، پوست کدو مسما، کدو خیاری، کدو سبز، پوستش رو اگر بگیرید، این پوستش رو بعد بذارید خشک بشه و داخل ماهیتابه یه تفتیش بدید، پودرش بکنید، اینو نگه دارید. هر موقع یه جراحتی چیزی ایجاد بشد، یه مقداری از این در واقع پودر پوست کدو بزنید، بلا فاصله خونریزی رو بند میاره. خیلی جالب هست. اگر در یک شرایطی بودید که هیچی در دسترستون نبود و یک زخم یا یک جراحتی رو هم در واقع شاهد بودید، میتونید از پنبه سوخته استفاده بکنید. یه مقداری پنبه رو بسوزونید، پنبه که شعله ور شد در واقع خاموشش بکنید و اون پنبه سوخته رو که یه مقداری هم گرم باشه روی موضع بذارید. یعنی سوخته پنبه خودش یکی از مواردیه که میتونه، اینو از قدیم استفاده میکردن، پنبه سوخته در واقع روی موضع میذاشتن و جلوگیری میکردن از خونریزی و از بین رفتن یک فرد. عزیزان به تازگی در تلگرام هم یک کانالی گذاشتیم که در دیسکریپشن میذاریم خدمتتون. در اون کانال یک سری پرسش و پاسخهای هست، یک سری در واقع ویدیوهای کوتاهی هست که داخل اون میذاریم و میتونید عضو بشید و از این مطالب هم استفاده بفرمایید. لینکش رو داخل دیسکریپشن خدمت شما میذاریم. امیدواریم همیشه شاد و سرحال و پر انرژی باشید و خوش بدرخشید تا آخرین نفس. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست. برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط، در خدمت شما هستیم. میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال
بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین‌لایت بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دو گیلاس و این لوگوی دکتر گرین‌لایت هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان هم در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین‌لایت در خدمت شما هستیم.